آقا داوود من رو تهدید نکن. نکنه داوود شو آخر فرشته رو میگی؟ بله. صبح اول صبح میبره از باشگاه. ما هنوز نتونستم بره در باشگاه. های ستوده اما هزینه‌هاش رو قبول کرده. آدم های زیاده نمیدونم باشگاه رو بفرش. میدونی شوهرت مرده؟ بله. خب همینه خانم همینه. اشتباه برداشت کردی اگه فکر کردی من شوهر ندارم میتونم. حکمت اولین بچه‌ای نیست که من دارم کمکش میکنم. میشه یک کارخونه که همیشه سود میده یه هایی کلی بدهی بالا بیاد. فقط از شما یه ما فرصت میخوام. زدی کشتی؟ بیمارستان؟ ترانه؟ ترانه چی شده؟ ترانه؟ ترانه خوبی؟ خانم ببین اگه حالش خرابه ببریمش درمانگاه. ترانه چی شد؟ خوبی ماما؟ ترانه بریم بیمارستان؟ برو فشار سنجو از پشت آینه بیام. چی شد؟ مسموم شدی؟ نه بابا جان خوبم. چی خوبی؟ رنگت شده مثل گچ دیوار. آخه چرا لج میکنین؟ بریم درمانگاه دیگه. بابا از صبح حالم بده، الان یه چند دقیقه دراز بکشم خوب میشم. ترانه پس چی شد؟ چرا گریه کردی؟ برو آبقند بیا. بریم دراز بکش. دیدی گفتم چیزیم نیست؟ خدا رو شکر. از بس توی محل کارت به خودت فشار میاری بابا. آقا سهیل زحمت کشیده برای تولدت اومد. باشه شما برین، من چند دقیقه دیگه استراحت میکنم. بریم بابا. تو این اوضاع باید تولد میگرفتی، نباید به من بگی. خونه سیمین اتفاقی افتاده؟ اخراجم کرد. چون اخراجت کرده ناراحتی؟ این بنده خدا که نصف جون شدم، حالا فکر میکنن چی شده؟ هیچی نگو سهیل. وای وای، حکم به ایمان اومده. حکم؟ حکم چی؟ حکم اعدام. مادر خوبی؟ خوبم مامان. آقا سهیل بفرمایید. ممنون بزرگوار. آماده این؟ یه دقیقه صبر کنید صدای آهنگم زیاد کنن. باشه خانم بیاییم بغل ترانه خانم. آقا مصطفی شما تشریف میارین تو عکس؟ بابا بوده دیگه، ایشالله تولد 100 سالگی ترانه خانم. ایشالله فوت کن. یک دو سه تولد مبارک. بیا لسه کنید یه عکس دست جمعی هم بگیرین. به به لبخند. مادر شما نمیخندید؟ جای بچم خالی. ای بابا آقا پیمان الان داره با دوستاش گل میگه، گل میشنوه، خاطره تعریف میکنه. ماجرا سربازی رفتن منه. مادرم فکر میکرد ما چقدر داریم سختی میکشیم. هر شب شوخی و خنده. آقا پیمان بزرگ شده ماشاءالله، بچه که نیست. لبخند. یک دو. به به. الو. الو سلام آقا جون. صدای اونو کم کن، صداشو نمیشنفم. پیمانه.
چه خبر اونجا؟ صدای چی میاد؟ چیزی نیست بابا، تولد ترانه هست، تو رو هم نشستیم. چه تولد گرفتیم؟ به اون ترانه خانم گفتی انگار معرفت نداره که حتی حال یه شب صبر کنه. خب زردی تا حال منو درست حرف بزن ببینم چی داری میگی؟ بگو لاقل بذار اول اعدامم بکنم بعد در غلط زیرش خوش بکنم. چی؟ اعدام؟ برای چی؟ چیزی به تو نگفته؟ نه دیگه، مبادا جشن تولد خراب شه. چی چی رو نگفته؟ چی میگی مصطفی؟ اعدام؟ ایمان، 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 الو ای مصطفی که اعدام هم صداتون. الو مادر، ایمان، ایمان چی میگی؟ الو مادر، ایمان، ایمان نسیو به من نگفتی؟ چی میگفتم؟ ای خدا، خدا دختر به جای این عدایت فرا منو میکشی یه گوشه، قضیه رو به من میگفتی. آقا مصطفی ترانه به من گفته بود. سهیل گفتی به من نگفتی؟ من گفتم اگه بهتون بگم سکته میکنی. تو مثلا دکتری اینطوری خوب شد؟ مامان ترانه من الان برمیگردم. یه وقت اینجا اگه کسی از این چیزی پرسید چی نگیم، مخصوصا از قضیه پیما. من الان برمیگردم. داری میری؟ چی شده ترانه جان؟ حالا مادرم به هم خورده بردیمش بیمارستان. دعا دعا کردم شما نرفته باشین، حالا نابرون میره. نه بابا چیزی نیست، نگران نباش. سلام. سلام. اینجاست. ببین شما خانواده تو فقط ببر بیرون. بریم بشینیم اونجا. بابا جون شما این سرکوه های نسیم بیا بریم نقمه. بریم، هیچی نیست. بیا بابا بیا بشینی سر پای قبایی نستیم. بله میتونی زود بیای پایین؟ من دم درم. کدوم در؟ کجایی؟ پایینم، کار واجب دارم. خیلی خوب، در میزنم بیا بالا. چرا اینجوری میکنی؟ پس تو داری اینجا چی کار میکنی؟ من چه خاکی بریزم تو سرم؟ خودش بهت گفت. تو میدونستی؟ آره، دو روز ابلاغش اومده. پس چرا به من نگفتی؟ میگفتم که اینجوری دیوونه بازی در بیاری، من هول بدی. حالا که آسمون به زمین نرسیده، تازه ابلاغ شده. آسمون به زمین نرسیده؟ برادر منو دارن اعدام میکنن، حداقل میتونستی از خانواده‌شون رضایت بگیری. ببین اونایی که این نقشه رو کشیدن فکر میکنی با پول راضی میشن؟ من که از اول بهت گفتم همه چی بر علیه ماست، اگه دیر به جنبیم حکمشو دادن. همین راحتی؟ من جواب مادرمو که بیمارستانه چی بدم؟ من چی کار کنم؟ گفتم بذار دو سه روز بگذره برم به قاضی پرونده حرف بزنم، تقاضای تجدید نظر کنم. تو که آروم شدی بهت بگم. چی شده خاله؟ هیچی عزیزم، برو استراحت کن. هیچ. چی شده؟ اونایی که این بلا رو سر تو آوردن دارن قصر در میرن. وای به حال شوهر خالت. منو کردی اسباب انتقام خودت، منو فرستادی تو اون خانواده که انتقام خودتو بگیری. فردا هم خودم میرم دنبال کاراش، تو هم وکیل ما نیستی. ترانه، 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 حداقل میتونستی در رو ببندی صدا میره. ببخشید آقا سهیل، این وقت شب شما رو هم تو زحمت انداختیم. این حرفا چیه مادر؟ اختیار دارید.
شما استراحت کنین، نگران نباشید. ببخشید من الان برمیگردم. پدر جان من الان برمیگردم، ببخشید. جانم مامان. کجایی سهیل؟ کاری برام پیش اومدی، خوردی شد. ببخشید. پیش اونایی هنوز؟ آره. تولد ترانه بود. یه خورده طول کشید. تو الان اونجا موندی؟ نه، کاری داشتم، رفتم یه جای دیگه. مامان به شما زنگ میزنم، باشه؟ محمود دیشب سراغتو میگرفت، گفت زنگ زده جواب ندادی. چشم، میرم پیشش مادر. من الان نمیتونم صحبت کنم، بهتون زنگ میزنم. خدافظ. دست درد نکنه، مامانم خوبه؟ آره خدا رو شکر. سوه میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ آره. میشه بابامو نغمه رو ببری خونه؟ حتما. ببخشید تو این مدت هم زحمت هم افتاده گردم تو. این چه حرفیه؟ الان میرم بهشون میگم. بی منتظرت. حالش بهتره؟ چشمشو باز کرده، دوباره خوابید. هرچی بیشتر بخوابه بهتره براش. بابا جون شما برین خونه استراحت کنیم، من هستم. من الان میشه وکیلش بودم، امروز تازه حکم دادم، بعد میره تجدید نظر، بعد دیوان عالی. خدایی نکرده زبونم لال، اگه بخواد اجرا میشه یه سال طول میکشه. اینجوری نیستش که امروز حکم بدم فردا هم عمل کنم. بری خونه شما، بری خونه استراحت کنیم. باشو نغمه، به سهیل گفتم برسونتتون. ترانه اول خدا دوم مادرتون به تو میسپرم. نگران نباشی، بری ببر نغمه بابا. شما نرفتی؟ نه عزیزم، مامان بهتر بشه میرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من قرار نبود بری دنبال کارات. یه چند روزی بهم گفتن نرم، میمونم پیش مامان امشب. چه بهتر، برو اتاق من یکم استراحت کن. اتفاقا خوبه امروز اینجایی، خودتو نشون بده ببینن هستی. من واقعا نمیدونم این محبت های شما رو چجوری جبران کنم. خواهش میکنم عزیزم، من که کاری نکردم. نمیشه یکم ورزش کنی؟ نه خیلی خستم. خسته؟ حالا کجاشو دیدی؟ ببین سرشون ما اصلا وقت نداریم، لیستو هم تقریبا بستیم. خودت هم میدونی که این شرط اصلا نمیشه کسی رو جای بزن کرد. هزار تا حق بدیست در میاد. خب من نفهم چه سوی داری چون؟ وضعیت الان تو اصلا شوخی بردار نیست. نباید این فرصت از دست داد. خودتون که خبر دارین چه اتفاقی افتاده. برای که گفتم چی کار میخوام. این ماجرا یه راه حل خیلی ساده. ما یه مصاحبه از طرف تو چاپ میکنیم. خودت هم تو این مصاحبه همه چی رو میگی. این که تو یه آدم مردمی هستی، جوانی هستی که خوب کار کردی، خوبم درس خوندی. مصاحبه جنبه اون رو داره. میفهمی که تو همیشه با قشر آسیب دیده سر کار داشتی. تو این مدت هم خیریه رو تو شهرستان رو اندازی کردی. الان هم که داری با یه خانواده آسیب دیده وصلت میکنی. یعنی چی؟ این متن مصاحبه است از قول تو. چرت و پرت چیه؟ من اینا رو باید بگم؟ به سر خود به نفعته که اینا رو بگی. من بمیرم هم این حرفا رو نمیزنم. اون خانواده داره، فردا بفهمه دیگه نگاه هم میکنه. آخه تو این همه سال زحمت کشیدی، این همه ما جلسه گذاشتی، من واسه خاطر تو با عالم آدم اومدم و رفتم. الان یه ساعتش هم واسه ما مهمه. ببین اگه خودت نگی و این خبر درس پیدا کنه تو دیگه سوختی. تموم. ببینم من نیستم، اینطوریش هم نمیخوام. اونا بقیه هم بگو.
پات فقط درد میکنه. یکم سریعتر تو رو خدا، یکم سریعتر. احتمالاً پاش شکسته، سر و پاش. با همسرش روی موتور بودن. تصادف میکنن. ها به دست. آن موتور افتاد رو پاشون دوست داری؟ تو خدا حامل از کنه. های سر. خوبی؟ حواست هست؟ آره. ببین به هیچ چی فکر نکن، فقط تمرکز کن. آدمایی که تمرکز ندارن گاف زیاد میدن. خانم دکتر ببخشید، خانم دکتر سوابتی، این گزارش بیمارش شما برو من میگم. دستشو بفرم. طبق دستور انجام بگیر. چشم. شکستگی ساق پا، سرش هم درد میکنه، فشارش هم پایینه، سونوگرافی هم رفته، جنین سالمه. درد میکنه. آره. ببین باید پشت گچ بگیریم. میام الان. اینجا هم درد داری؟ آره. آخ آخ. جای دیگر درد نمیکنه؟ نه. تو گوشاش خون جمع شده. قبل از اینکه بره پاشو گچ بگیره باید بره سی تی اسکن. نگاه به موبایلم نکن، حواسم به همه چی هست. فقط پاش شکسته، همین. پا به ماه، حداقل باید سزارین شه. سالمه، سالمه، 100%. عزیزم خوبی؟ چیزی نمیخوای؟ نه، پام درد میکنه. دیدی هوشیاره، هیچ چیش نیست، خیالت راحت. عزیزم هم خودت خوبی هم بچت. ترانه، حال مامانت بهتره؟ من واقعا نمیتونم برم به خانوادش بگم متاسفم، ببخشین، هر کاری از دستمون برمیومد کردیم. میتونه زنده بمونه، خودتون بریم بگین. میخوای بی خودی شلوغش کنی؟ من بهتون گفتم باید سی تی اسکن بشه. درسته شما استاد منین، ولی خب آدم اشتباه میکنه. خودتون برید به خانوادش بگید. چی بگم ترانه؟ برم بگم من کشتمش؟ ببین من ممکنه تشخیص اشتباه داده باشم، اما نزدم اونو بکشم. بین این دوتا از زمین تا آسمون تفاوته. تازه تشخیصم هم درست بود، از اول گفتم پاش شکسته، فقط متوجه یه مشکل دیگش نشدم. اینم که جرم نیست، من تا اونجایی که عقلم کار میکرده کارمو درست انجام دادم. ولی من بهتون گفتم. بله گفتی، آفرین آفرین، حرفتم درست از آب در اومد. یادم باشه از این به بعد بیشتر به حرف شاگردام توجه کنم، شاید لابلای حرف غلطشون یه چیز درست حسابی هم از آب در اومد. خانم دکتر سلامتی دارین میرین؟ آره دیشب نخوابیدم دارم میرم خونه، میترسم بمونم یه وقت خطای پزشکی بدم. این همه مشکل اقتصادی نمیشه به مسائل فکر نکنی، اصلا برو خودت نگه. من باید برم به خانوادهشون بگم. بابا کم کمش اینه که حداقل بهش دیه بدن. البته یه چیز دیگه هم هست، این خانم دکتر تنها کسی که تو این دو ماه از همه کار تو خبر داره، همیشه هم هوا تو داشته. میدونم، خودم هم خیلی مدیونشم. پس توقع نداشته باشونم به کسی دیگه این نگه. خانم زاره شما اینجا چی کار میکنی؟
از دیشب تا الان دارم به حرفت فکر میکنم، هرچند از دستت خیلی ناراحتم. تو ناراحتی؟ ترانه بچه نشو، شاید حق با تو باشه. آره درسته، ما زیادی رو خونه سیمین تمرکز کردیم، اما هنوز خیلی راه داریم. الان داری اینا رو میگی؟ الان که حکم پیمان اومده؟ من از صبح پیگیر پروندهشم، تقاضای تجدید نظر کردم، قرار فردا پیمانو ببینم. اما ترانه من به کمک تو نیاز دارم، آخه با بچه بازی که کار پیش نمیره. مطمئن باش حالا اون پرونده بسته نمیشه. خب یعنی باید چی کار کنه؟ مگه نمیگفتی ناجیه با داوود سر و سری داره؟ پس تو حالا اینجا چی کار میکنی؟ برم سراغ داوود؟ راه دیگه ای به ذهنت میرسه؟ خب اون دفعه هم به من شک کرد، اگه منو بشناسه چی؟ تو رو دیگه از اون خونه بیرون کردم، از چی میترسی؟ چی میگم واسه حرف خودت میزنی؟ این زنیه طورش میشه هی تو رو میفرسته دنبال خودسیا. من نمیفهمم کی پروانه وکالت به این داده. مگه این پرونده به این سادگی است که تو رو این خانم مارپل میفرسته دنبال این اون؟ ترانه تو میگی بریم، منم میگم باشه بریم، اما این زنه دیوانه است. به من باشه میگم بره پیش روانپزشک که چیزی، من اصلا حس خوبی نسبت به این ندارم. من نمیدونم مردم چی فکر میکنن. همین امروز صبح که اومد راجع به لیست انتخاباتی پیشنهاد احمقانه به من داد رفت، بگرد من خیلی خوشحال میشم. با یه ذره عقلم خوب چیزیه. چی گفت مگه؟ هیچ چاولش کن، بهت بگم میری پشت سرتم نگاه نمی کنه. نمیای؟ آقا شهاب یه پیغامی داشتن، گفتم بهتون برسونم. آقا شهاب انگاری کارتون دارن، میگن چرا به ما سر نمیزنی؟ اون که جواب تلفن ما رو نمیده، بگو یه زنگی به اون بزنه. فکر کنم دلخور ازتون، چون انگاری میگه یکی دو تا کارگرای کارخونه پول دستتون دارن. بگو برادر من کدوم پول، کدوم کارگرا؟ فقط یکیشونه که این مدام زنگ میزنه میگه که چون ما افغانی بودیم پول ریختیم به حساب فرشته. چقدر میخواد؟ چه میدونم، خالی میبنده. یه من 4 تومن دستش داشتم. حالا کجا بدونم کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه؟ بعدشم اگه آقا شاه فکر کنه اون راست میگن، برای چی پول نمیده من بهش بدم؟ مگه اون زنش نبوده؟ از قولاشم اون باید بده دیگه. بیرا میگم؟ نه درست میگه. امروز رسیده، نبینی از کفت رفته. ما همه 5 حساب میکنیم، شما 3 تومن بده. بفرمایید. آقا شهابم بگو اگه تلفن ما رو جواب بدی نیازی نیست آدم بفرسته، خودمون از سایه میرسیم خدمتش. مطمئنی درست اومدین؟ آره دیگه، آدرسی که خودش داده. اون نیست؟ چرا همینجاست؟ اینجا بایسا. اینجا؟ آره دیگه، اون فکر میکنه من کارگرم، با این ماشین که نمیتونم برم. آخه اینجا نگران نباش، پس گوش بزنی باش ترانه، حواظه به خودت باش. باش. دختر این آقا داوود داد طلبتونه. وای باورم نمیشه، چی رقم پول ازش گرفتی؟ هیچی، اومده بود اونجا، منم یه ذره تند باهاش حرف زدم، ترسید. خدا
اگه بدانی من چقدر پشت آدم گپ زدم. خدا مرا ببخش. ببخش چند لحظه. چی کار میکنی؟ یه زنگ به آقا داوود بزنم ازش تشکر کنم. نمیخواد. بابا ترانه نمیدانه که من چقدر سر نماز آدم رو نفرین کردم. الو فهمی؟ الو سلام آقا داوود، ناجی هستو. این امانتی تون رسید. امانتی؟ دست شما درد نکند. چرا؟ میبخشید این مدت بسیار مزاحمتان شدم. خب پس حل دیگه، یه بی خیال ما میشی ها؟ بله خدا خیرتان بده. بس خداحافظ. خداحافظ. خیش خیال راحت شد. کی شد؟ دست درد نکنه دختر. هیچی خدا رو شکر. با اجازه صبر کوترانه، حداقل یک چای با هم بخوریم. خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. یک چای دیگه خونه ما فقرا پیدا میشه. بفرما بفرما دختر بفرما. باش میکنم. ببخشید اینجا یکم شلوغ هست. بفرما. کی بود؟ کام کارگرا کنگی آخه که بخور خود. این هم از این. دلم نمیاد ازش استفاده کنم. دلم نمیاد نکن. نه این دنبه میچرخه. الان مگه نباید خونه مادر سیمه خانم باشه؟ نه دیگه اونجا نیستم. برای چی؟ آخه من یه مدت جای دختر خاله‌ام میرفتم، خودش دیگه الان برگشته سر کار. آله بیکار هستی؟ آره دیگه. حالا کار پیدا کردم بسیار سخت شدن. آدم کار از کجا پیدا کنه؟ بفرمایید یک دقیقه صبر کن. ببخشید ای را بگیر. البته خودم هم دوست داشتم که دیگه اونجا کار نکنم. دروغ چرا؟ چطور؟ دست درد نکنه، زحمت نکش. چه زحمتیه؟ بفرمایید. بعد از قتلی که اونجا اتفاق افتاده خیلی اذیت شدم. آره دقیقه. بفرمایید. یعنی شما تو این مدت اذیت نشدین؟ چون خیلی با فرشته صمیمی بودین. بله خب، بله دیگه یه اواخر ما رو رفیق خودش حساب نمی کرد. چرا؟ تو روزا درباره اخراج فرشته برام می گفتی. وقت نشد که برات بگویم. اون روزا بسیار دلم می خواست برام فرشته رو ببینم، اما نشد که نشد. یعنی رویم نشد واقعا. در این مدت هر روز همراه خودم می گفتم از کارخانه که آمدم میرم فرشته رو می بینم، اما واقعا نشد. تا که بعدم فهمیدم قصد عروسی و شهاب رو داره، دیگه برام سخت شد. گفتم حالا اگه سن شهاب بشه فکر میکنه اگه برام بشه توقع چیزی دارم. اصلا اینا چجوری با هم آشنا شدن؟ خب فرشته هم خوشگل بود، هم سرزبان داشت، یاد داشت چی رقم چیز داره که میخواید به دست بیاره. یعنی راسته که این پسر نامزدش بوده، همونی که میگن کشتتش؟ به قیافش که اصلا نمیخوره. راستش گاهی وقتا برام سوال پیش میآید، بسیار راجبش فکر میکنه. واقعا؟ یعنی فکر میکنی کار اون نبوده؟ فلشکو. یعنی شک داری؟ اگه واقعا کار اون نبوده فکر نمیکنی با شهادتی که دادی خونه فرشته رو زمین میمونه؟ نمیفهمم. فرشته مرده، ما باید دنبال بیچارگی خودم باشم. اتفاقا بسیار وقتا براش فکر میکنم، ممکن است یک دیگه ای کار کرده باشم. اما تو اعضای من رو نگاه کن، من خودم گیر هستم. نمیخوام که برای خودم گپ درست کنم. بالاخره دارم در کارخونه کار میکنم. چی شد؟ چی شد؟ بذار روش سرت بگیر بالا. عصبی است. باز اوقات پیش بیایم. داری چی کار میکنی؟ میگی از حساب کتاب سر در نمیارم. پاشو بینجا کارت دارم. ببین سیاوش جان، مولا درز این حساب کتاب ها نمیره، همیشهش کامله کامله. جدن؟
چه خوب، خدا رو شکر. خدا پدر مادرتو بیامرز، یه نفری خبر خوب امروز به ما داد. پس من میتونم برم دیگه؟ نه خیر، باید باید کار دارم. بهت میگم همه چی کامل کامله، حساب کتاب هم مولا درزش نمیرم. اما سیاوش 20 سال کار من اینه. همیشه تو عالم واقع هم یه چیزایی با یه چیزایی جور در نمیام. این همه بار میاد اینجا میره بیرون. خب طبیعیه که تو چهار تا صورت یه تفاوتایی وجود داشته باشه. این اتفاق تو این صورت‌ها نیست سیاوش. ببین من نمیفهمم منظورت چیه. آها، الان روشن شد. دوتون زباله اومده اینجا. صافیشو که حساب می‌کنی موقع خروج همه چی یک دست و یکیه. خب طبیعیه که تو وزنای تفاوتایی بد باشه، نه؟ خب ببین اون نکتهشو به من بگو. نکتهشم الان بهت میگم. تو همه اسنام صورت ساز شده. دست همه دارن به مصلحت خودشون فکر میکنن، هیچ کس نمیخواد حقیقت رو بگه. میدونم قاتل کیه و نمیگم. اون آدم تو بد شرایطیه، نمیخواد ریسک کنه، میترسه کارش رو از دست بده و دیپورتش کنه. وقتی داشت حرف میزد یاد خودم افتادم، یاد مردن اون زن. نمیدونم چیکار. اینم برگه‌ای که خواسته بودید. اولای زندگیمون با هم فرم اهدای عضو رو پر کرده بودیم. برای خب کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ من نمیخوام تیکه پارش رو من بدید خاکش کنم. من شرایط شما رو درک میکنم، خیلی متاسفم، ولی چون اهدا کننده بودن الان دارن کاراشو انجام میدن. ولی میدونیم با این کار جون چند نفر رو نجات دادیم. میشه مثلا پول اعضاشو گرفت؟ بله. او که الان مرده، من موندم دو تا بچه صغیر، خدا شاهد پولی کفن و دفنشو ندارم. شما میگی من چی کار کنم؟ خب باید اول داروهای قبلیشو من. نه مهم نیست، اول یه آزمایش خون ازش بگیریم، فقط همین. چی شد؟ اونی که توی قبر فرشته نیست. زاره درست میگفت. خانم زاره. یعنی مشکل حل میشه من میگم خانم زاره؟ مشکل اینه که بعد این همه سال بعد این چیزای ساده رو واسه توضیح داد. به خانواده فرشته بگیم؟ هیچ کس. عباس هیچ کس نباید خبردار بشه. تأکید میکنم. هیچ کس. پس بریم دفتر. دفتر چیه؟ این دو روز نیمه نخوابیدم دیگه، نا ندارم، منو ببر خونه. باش. تو رو خدا منو ببخشید خانم دکتر،
من واقعا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. از عذاب وجدانت کم شد؟ اگه قراره همه حقیقتو بگن که تو اولین نفری هستی که باید از اینجا بذاری بری. کی اون دو ماهی که شلو صفی اومد اینو واسه جفت جور کرده؟ من فقط خواستم پای حق وایسم، حتی اگه به ضررم تموم بشه. هیچ گله‌ای هم ندارم. پی اخراج شدن از اینجا رام به تنم مالیدم. برو بیرون ترانه درم ببند. خروجشون ثبت نشده. خیلی ممنون. حاجی چیکار کنیم؟ لازم داره خودش رو مبور میکنه. بهتر نیست بریم دم خونشون؟ بیا دنبالم. بزن جلو. همینجا.